برنامه یاد خدا و با عرض سلام به شما بیننده های عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه رسم زندگی. خدا کنه جور صحت مند باشین، روزهای ماه مبارک رمضان به خوشی و به خیر بگذرانین و بازم با شما هستیم. بیشتر از کسایی که حالا ترس از مرگ دارن، خیلی دلایل عوامل زیاد خدا داره این که چرا ترس از مرگ وجود داره در یا 1% افراد یا میشه بگویم در بسیاری از افراد. امروز ما هم میخواییم روی این که چرا از مرگ میترسیم دقیقا صحبت بکنیم از دیدگاه روانشناسی و این که ترس چگونه هست و مورد که در این رابطه هست، دلایل عواملش و اکسس را مورد دیگر که از دیدگاه روانشناسی امروز روی موضوع بحث میکنیم. بس خیلی جالب هست، شما با ما همراه باشیم و صحبت های ما رو تعقیب بکنین. مهمان را هم با خود دارم، صحبت های بیشتر با مهمان برنامه ما میداشته باشم. استاد ذکریا بارکزی، استاد روانشناسی، امروز با ما در برنامه هستن و اینکه چرا از مرگ میترسیم، استاد از دیدگاه روانشناسی این که چه موارد گفته شده در این رابطه و صحبت ها رو میداشته باشن. لحظات بعد اگر خواستیم که سهم بگیرین در برنامه 0220-2093 هم فعال میشه و ما هم منتظر تماس های شما میباشیم اگر سوال میخواین داشته باشین. استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. تشکر، سلامت باشین. ما هم سلام خدمت هزون تقدیمی دارم جهت اتحاد و قبولی عباداتشان و از قید دوها مورم فراموش نکنم. آمین. خب استاد، من روی عوامل و علتهایش اشاره کردم، روی دلایلش صحبت کنیم تا بعدا بیایم روی بخش دیگه. اصلا مسئله که ما تحت عنوان این موضوع بس میکنیم، همه بیننده های بینایت عزیز محترم در قسمت مسئله گونه قضاوت کنن که بس ما از آدرس علم روانشناسی است تا بدانیم که واقعا در مورد مرگ چرا میترسیم. جالب در این هست که انسان میگه یک موجوده هست که انسان رو اگر مورد بررسی قرار بدیم که از چی ها تشکیل شده، میگیم هست مولکول تشکیل شده، از اجری تشکیل شده، از سلول تشکیل شده و یک اسم خاص بر انسان داده شد که تحت عنوان عبیت آمد. مرگ پدیده بود که قبل از اسلام در ادیان دیگر در پدیده های زندگی امور انسانی همیشه با وقوع پیوسته بود و این یک آلت نگران کننده بود که واکنش نگرانی از این ناشی از ترس بود. همه مردمان این موضوع را به صورت ترس تجربه کردن و ترس باعث از این شد که شادی های زندگی از اینا سلب شوند، اینا نسبت زندگی خوشی ها نداشته باشند. امروز در مورد همین موضوعی که واقعا مرگ ما چرا ازش میترسیم و دلایل این مسئله در چی است که واقعا زمینه را برای این موضوع مساعد میکنه که گویا همه انسان ها در مرکز ترس قرار بگیرن، امروز در مورد مسئله دین بسیار به صورت خوب صحبت میکنه. خود مرگ را به صفت یک پدیده میشناسن، میگه زمانی که تن انسان از روح انسان جدا میشه میره در عالم برزخ، خیر تحت عنوان پروسه مرگ آوردن. علم در مقابلش قرار میگیره، میگه مرگ عبارت از یک پدیده هست. وقتی که انسان ها در مقابل چنین پدیده قرار میگیره، پنج حواس خود را از دست میده، دنیا را با پنج حواس خود دیگه تجربه کردن نمیتونه. زمان دنیا را با پنج حواس خود تجربه کردن نتونست، این گویا علتش مسئله در مرگ است و مرگ هم ناشی از این موضوع هست. در این قسمت مسئله چند دلیل بسیار زیبا در کار هست که واقعا ما انسان ها در شرایط امروز که زندگی میکنیم آگاهانه نسبت به مرگ میترسیم. اولین موضوع رو برمیگردیم در آموزش ها یا تطبیق آموزه های دین. دین مبین اسلام با وجود که یک دین بسیار زیبا، خیلی ها واقعا به این بنازم افتخار کنم، اما در مورد تطبیق آموزه های دین ما در بعض موارد سخت و چار مشکل هستیم. کودکان ما زمانی در مدرسه میره که برنامه های دینی به صورت کل فرا بگیرن، از طرف مدرسینی که برای اینا برنامه ها تطبیق بشن خیلی خوب تطبیق نمیشن. اینا را نسبت به فهم گژدم، اینا را نسبت به فهم مار، اینا را نسبت به فهم خود مسئله قبل به صورت اساس گوشزد میشه. وقتی گوشزد شد هیچ این باور با این انسان ها میباشه. وقتی که این باور با انسان ها قرار گرفت، وقتی که اینها بزرگ میشن یک پروسه تحت عنوان ترس با خود دارن و زندگی رو به مشکل مواجه میکنن. یک دلیل بسیار عمده در شرایط کنونی هست. دلیل دوم، امروز در شرایطی که ما زندگی میکنیم در افغانستان بنابر یک سلسله خرافات که جزء فرهنگ خود ساختیم و اصلا در مورد مسئله هم ارزش دینی خود را زیر سوال میبریم و هم در مورد موضوع خیلی ها نمیتونیم خوبتر خود را تجلی بتیم، اما سوگواری های بسیار طولانی هست. در سوگواری های طولانی وقتی که ما یک عزیز خود را از دست میتیم، در اینجا مدت یک سال یا بیشتر از یک سال ما سوگواری داریم. در این یک سال بیشتر به بیداش یا سلیقه رسیدگی کرده نمیتونیم، بیشتر از خوشی ها خودتر استقبال کرده نمیتونیم، لباس مشکل همیشه در خود میداشته باشیم، از رفتمت ها به صورت کل جلوگیری میکنیم. وقتی کودکان ما در چونی کنون خانواده آگاهانه موضوع را تماشا میکنن که گویا به خاطر عزیز دادن یک عزیز سالهای این خانواده سوگوار است، عزادار است، پس پدیده مرگ چینا یک پدیده است. آیا این سقیل ترین پدیده در جهان هست؟ و شاید هم که این یک موضوعی باشه که من نسبت به یک زینت قبلا داشتم و موضوع با اتفاق افتاده با وقوع هم پیوسته. نکته سوم در مورد مسئله خود دنیای مذاهب و دنیای غیر مذاهب هست. انسان ها در شرایط امروز با وجودی که میگیم دنیا به یک دکده بسیار کوچک تبدیل شده، اگر هر کس جهان را به صورت خوب ندیده، اما جهان در قبضه هر کی امروز قرار داره، با یک کلیک کردن راست و چپ میتونه نسبت به دنیا معلومات های زیاد را کسب کنه. وقتی که انسان ها در دنیای مذاهب و غیر مذاهب قرار میگیره، با یک سلسله تعارضات و تناقضات در اینجا پیش میره. وقتی که تعارضات در بین عملیه های ذهن از این جایگاه حاصل میکنه، این گویا زمینه را مساعد میسازه که پروسه ترس بود. این سه دلیل بسیار عمده هست که واقعا نشان دهنده
ترس در مورد مرگ برای ما انسان ها بوده میتونه. نکته جالب دیگه که در مورد موضوع همیشه زمینه را برای ترس در مورد مرگ مساعد میسازن، ما از خود مرگ نمیترسیم، ما از شرایط مرگ خیلی خوب میترسیم. در شرایط مرگ ما زمان ترس رو تجربه میکنیم، میگیم حادثه های ترافیک که رخ میده، ما دهها قضیه را به چشم خود دیدیم که حادثه های ترافیک خیلی وحشتناک بود. میگم وقتی که حملات انتحاری یا حملات انفجار که جان صدها تن از انسان ها را مظلوم و بیچاره و بیگناه را میگیره، این نشان دهنده یک ترس خیلی ها خطرناک است. وقتی که ما میگیم این همه ثروت و دارایی داریم و نسبت به زندگی خیلی ها دلبسته و وابسته هستیم، این دارایی و زندگی را از بعد چی باید کرد، به کی باید واگذار کرد؟ در نکته سوم خیلی ها کوشش میکنه که فرزندان ما به بضاعت مانده، به سرنوشت مانده، سرنوشت فرزندان ما در چی میشه. خیلی اوقات کوشش میکنه که ما در زندگی نسبت به یک کس وفادار بودیم، وفاداری ما در زندگی چی است. اینا اجمله شرایط هایی هستند که شرایط ها به صورت عادی و غیر عادی عاید حال ما میشه، گویا ما را به طرف ترس مرگ میکشانه. در این مورد موضوع اشاره بسیار خوبی هست، میگیم ما اگر در شرایط امروز بتونیم در مقابل این همه دلایل یک موضوع بسیار اساس را جزء برنامه های تربیتی داشته باشیم، اون را تحت عنوان مرگ اندیشی است که با خود داشته باشیم. امروز انسان ها در برنامه های زندگی آگاهانه نسبت به زندگی ترس دارن که گویا زندگی را از دست ندن. اگر نسبت به زندگی اینا مرگ اندیشی در خود داشته باشن که مرگ یک پدیده طبیعی است و سراغ انسان میآید، ما در مورد مرگ زمان سالمندی را محدود ساخته نمیتونیم، جوانی را محدود ساخته نمیتونیم. هر مقطع زمانی در اینجا درگیر موضوع هست و مرگ به طرف شان میه، پس اراس نسبت به مرگ بودن نمیتونه. و اگر ما همیشه به این باور بودیم که نه مرگ اندیشی در زندگی خوب نیست، در زندگی به گونه زندگی میکنیم که گویا از مرگ اصلا هیچ خبری نیست و مرگ هم به طرف آمده نمیتونه و آمادگی برای چنین موضوع هم نداریم و مرگ اصلا نمیپذیریم، اینا نشان دهنده از این مسئله هستند که زمینه برای ترس. استاد روی همین موضوع میخوایم، روی آمادگی گفتین که مثلا ما باید در فکر ما باشه که راه را همگی داره و مرگ مدنی است و یک تعداد که حالا به گفته شما اصلا به این فکر هم نمیکنن، وقتی برشان اگر یادم شود خیلی وحشت می داشته باشن، ترس می داشته باشن. چگونه بتونیم از دیدگاه روانشناسی بحث بکنیم موارد و کارکردهای ما چگونه باشه در این دنیا تا به یک شکل از لحاظ روانی وقت اگر از مرگ یاد میشه اون ترس را که بعضا در افراد ایجاد میشه و ترس نباشه و بالاخره همگی آماده باشن. اگر موضوع را در قالب یک سفر مورد بس قرار بدیم، مسافرت را بریم یک مسافر در یک شهر مورد مطالعه قرار بدیم، ببینیم که مسافر هیچ احساس و ترس نزد سرزمین بیگانه ندارد. علتش در این هست که لوازم خود را خوب جمع بندی کرده، امکانات خوب در اختیار خود قرار داده، هر نوع آمادگی سفر رو به صورت خوب هم داشته، حال دچار مشکل نیست، تدابیرش خیلی خوب تر داشته. ما انسان ها که در برنامه های زندگی رو به صفت یک سفر در نظر بگیریم، از تدابیر خوب برخوردار باشیم، اینجا دچار مشکل نیستیم. حال تدابیر از زیر دسته بندی میکنیم، خیلی همه دوستان متوجه نکته باشن که واقعا ما بتونیم میره در کنون خانواده تطبیق کنیم تا پروسه که به نام مرگ ما ازش ترس داریم یک موضوعی هست که زندگی شادی های زندگی ما رو سلب میکنه، اما در حالی که در زندگی حق داریم زندگی کنیم، اما مرگ رو به صفت یک پدیده طبیعی باید فکر کرد که به طرف ما میه. اما پیش از مرگ ترس داشتن در مورد موضوع کار خوب نیست، چون دین مبین اسلام در مورد مسئله اشاره کرده. امروز در بسیاری اوقات ما کوشش میکنیم کودکان خود را از بردن در بعض مجالس خودداری کنیم و جلو از اینا را بگیریم. هم وقتی ما کودکان خود را در بعض از مجالس هایی که تحت عنوان مجالس های وفات هست، در اینجا خوب چارچوکات مسئله را مورد بس قرار میتیم که در این مجالس کودک مشارکت کرده، زیاد آسیب مورد ذهنش قرار نمیگیره، در اینجا گریه ها خیلی نسبتا کمتر است، در اینجا همگی از شخصیت چنین فرد صحبت میکنه، از خوبیای فرد صحبت میکنه. کودک مستقیم با یک آموزش روبرو شد، یعنی به نام مرگ یک پدیده موجود هست، هیچ گونه نسبت به این داد چهار مشکل نیست. در قسمت دوم ما اگر آموزش مرگ را در قالب مرگ اندیشی روی زبان های خود در برنامه های پروسه های تربیت خود داشته باشیم که به نام مرگ یک پدیده هست به طرف انسان ها نه، هم ما جمله باید کسی باشیم که دنیا اگر بر ما انسان ها آگاهانه از طرف خداوند داده شد، اما رسیدن ما به کمال معرفت حق ما هست که ما به کمال معرفت برسیم و نسبت به دنیا همه کمی ها و کاسه خود را هم تکمیل کنیم. اگر نسبت به یک پدیده شک داریم، اگر یک پدیده را به صورت مهمه بر ما باقی مانده حل نکردیم، اگر در زندگی رسالت خود را خوب تطبیق نکردیم، اگر در زندگی روی همکاری نداشتیم، این جمله موارد هست که ما در مرگ اندیشی ها با خود داریم که این مسائل را یکی پس سر هم به صورت بسیار اساس برآورده میسازیم. وقتی که برآورده ساختیم دیگه دچار مشکل نیستیم. قسمت سوم خیلی حقوق این روی بخشش رو صحبت میکنیم، یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم، در ادامه با ما همراه باشین و صحبت های من با استاد ادامه دارم. بازم خیلی خوش آمدین، با شما هستیم. چرا از مرگ میترسیم؟ روی دلایل عواملی که از دیدگاه روانشناسی روی این موضوع بحث میکنیم. استاد همچنان با ما هستن. اگر شما میخواین که سهم بگیرین در برنامه ما، در خدمت شما میتونین که تماس بگیرین. یک سوال هم داریم استاد که گفتن آقای احمدی گفتن چرا ایده از مرگ نمیترسن؟ وقتی که میگید ایده از مرگ نمیترسن، مولانا در مورد موضوع اینگونه بس میکرد، میگه بسی از انسان ها در روی زمین از مرگ نمیترسن، به دلیل از مرگ نمیترسن که اینها به یکی به حقیقت مسئله پی بردن. وقتی به حقیقت مسئله پی بردن دیگه این کار از موضوع ندارن. وقتی که صحبت میکنیم احمد فانی است، میگیم خدا نکنه چرا احمد بنده خدا فانی است، خب میگیم عزیز انسان فانی است، احمد انسان است، انسان فانی است. از این جهت اینا به فانی بودن انسان ها پی بردن، فهمیدن که یک روز بالاخره مرگ به طرف ما میاد. اما اینها زندگی را به صورت مورد بس قرار دادن که زندگی را
روی یک حساب کتاب اما کارایش بسیار خوب انجام دادن و دچار شک و ناامیدی نبودن. کلت از این مسئله دلیل است که بعضی از دوستا از مرگ نمیترسن. نکته که در اون قسمت سوم بس ما باقی مانده بود او در کانون بس های خانواده بود. در کانون بس های خانواده ما دوره های زندگی داریم. در دوره های زندگی خیلی اوقات دوره زندگی را از کودکی شروع میکنیم سرانجام به دوران سالمندی ختم میکنیم. اما زمانی که فهم سالمندی در خانواده مطرح میشه یگانه تشویش و نگرانی سالمندی نسبت به مسئله مرگ است. اما در حالی که دیگه هیچ موضوع دیگه بوده نمیتونه چون سالمند بنده خدا از دوران کودکی چون این قضیه در ذهن خود جا داده که فقط سالمندی به خاطر مرگ است و مرگ انتظار فرد هم میکشه. اگر ما توسط مرگ اندیشه های خود بتونیم که چون این تعارضات را در دوره های زندگی در خانواده ها از بین ببریم پس ما در دوران سالمندی هم دچار مشکل نیستیم و میتونیم که از بس مرگ نترسیم و جای هزی که آمادگی موضوع رو داشته باشیم. این بهتر از این موضوع بود که هیچ گوش شادی های زندگی خود را هم سلب چنین موضوع نکنیم. استاد معمولا همگی میگن تو که همه ما میفهمیم که مسئله مرگ وقتی یاد میشه کسایی که نمیترسن بیشتر معمولا اگر این ارتباط به تن از لحاظ دینی که میگن ایمان عقیده وقت قوی باشه خب میپذیر آدم اما حقیقت مرگ همچنان قبلا شما در قسمت که اشاره کردین بعضایی که معمولا یک بگنه تعبیر میکنن مرگ که حالا اگر کس اگر کم رویه و برخوردش خوب نبوده باز به او قسم گفته میشه که مثلا مرگ میاد و تو همچون شخصیت که داری در دا دنیا مثلا بسیار رفتارهایی که داشتیم خب بالاخره هر نویی که برشان تعبیر میکنه و بالا اینا هم خیلی تاثیر میکنه و بعضا وقت نام مرگ گرفته میشه برشان خیلی هم ترس میداشته باشه. او کسایی که اگر آگاهی میتن به همچون افراد از مرگ و یا هم اگر قرار است اینا یک معلومات میتن چگونه باید ذهنیت سازی بکنن تا همچون مسائل که خیلی وحشت در ذهنشان جا میتن؟ همیشه صحبت ما در مورد موضوعی بوده که اگر در نسبت به هر پدیده می خواهیم صحبت کنیم صحبت ما صحبت تخصصی و نسبت به هر پدیده اگر صحبت میکنیم صحبت را با یک منطق برای افراد خاطر نشان بسازیم که در مورد چنین منطق نه بتونیم یک ضرر به یک جهت دیگه برسانیم و نه فرد را از مسیرش هم منصرف کنیم. امروز واقعا ما در قسمت اول مثلا صحبت کردیم که ما در قسمت تطبیق آموزه های دین بنا بر عدم آگاهی که خیلی ها در مورد مسئله خوبتر کسب نکردیم ما چنین معلومات را از استاد خود که ما در مسجد رفتیم برای ما گفته شد اما استاد ما در چارچوب مسائل علمی مسئله دینی مبین اسلام را خوب کسب نکرد. ای آمد از موضوع به صورت افراطی بر ما یادآوری کرد. او تحت عنوان نیت این موضوع را داشت که شاید با توسط چنین یادآوری های مسئله مرگ ما بتونیم یک راهکار برای زی وضع کنیم تا مسیر زندگی زیر خوب بسازم. اما غافل از این موضوع بود که روان انسان ها همیشه زمینه را مساعد میکنه که انسان ها تابع باور خود باشن و این باور جز شخصیت ما انسان ها شد و در آینده سرانجام ما از مو دوران کودکی تا دوران جوانی همیشه از مرگ ترسیدیم و هیچگاه به خاطر از این موضوع کار کردن نتونستیم. هم لذت های زندگی را سلب کردیم و هم نسبت به خود مرگ هم آماده خوب نداشتیم. این یه جمله مسئله بود که ما به صورت کل ضرر کردیم و چهار مشکل شدیم. امروز در مورد این موضوع میگیم که خانواده محترم شما وقتی که ما رفتارهای فرزند خود را همیشه مورد بررسی قرار میدیم در هم مطالعه هم رفتار فرزند خود را مورد بررسی قرار میدیم. یک تعداد کتاب ها بیرون از مرز چاپ شدن اینا به خاطر رساندن پول انگفته که کتاب های خود را به بازار افغانستان و فروش برسانن تحت عنوان منظری مرگ تحت عنوان کتاب های دیگه وقتی که در دسترس نوجوانان قرار میگیره این کتاب رو میخونن با یک وحشت بسیار زیاد که اصلا نسبت به موضوع منطق شمارش اجازه نمیتن. اینجاست که سرانجام اینا کلا از مسئله مرگ یک چیز را بر خود تعبیر میکنن. وقتی که تعبیر کردن آن چیزی که آنچنانی نیست برای از اینا آنچنانی تبدیل میشه. وقتی آنچنانی تبدیل شد زمین با باورهای زیر در خود در گراو خود قرار میته. وقتی که در گراو خود قرار داد انسان دچار مشکل میشه. در این قسمت برای عزیزان میگیم که عزیزان ما در روی زمینی که زندگی میکنیم توفیق الهی بر ما انسان ها هست. همون ببینیم که در زندگی بر ما چقدر اهمیت داره و در زندگی از اهمیت چقدر خودتر هم برخوردار میشیم. امروز در مقابل رحم خود طبیعت ما انسان ها عاجز هستیم. اگر یک طوفان صورت میگیره، اگر یک زلزله صورت میگیره، اگر یک آتش فشان صورت میگیره، جان دهات از انسان ها رو میگیره و از بین میبره. اما ما انسان ها به خاطر بهتر زندگی خود همیشه در تلاش از این هستیم که کار وضع کنیم در مقابل حادثات طبیعی تا مانع هر نوع حادثه طبیعی شیم. علت از این موضوع داری بود که زندگی بر ما اهمیت داشت. وقتی که زندگی بر ما اهمیت داشت اهمیت داشتن ما در زندگی هی بود که ما الگو برای دیگران قرار گرفتیم، رساله خود را خوب انجام دادیم، مصدر خدمت بر افراد قرار گرفتیم. اما نسبت به پدیده که تحت عنوان مرگ بود از ما آگاهی داشتیم و هیچگاه حراس چنین موضوع هم نداشتیم. متاسفانه بعض اوقات ما در یک راهی قرار میگیریم که را یا در یک جهت هست که گویا از مرگ به صورت کل فاصله گرفته یا در یک جهت هست که کلا با مرگ نزدیک است. در هر دو صورت ما ضرر کردیم. اگر از مرگ به صورت اساس دور بود و هیچگاه مرگ اندیشی در اینجا مطرح نبود چی در برنامه های آموزش رسمی ما، چی در برنامه های خانوادگی ما، چی در همه تحقیقات شخصی خود ما همیشه مرگ رو مورد بحث قرار ندادیم. بالاخره زمانی که حرف مرگ شدیم گفتیم سر جایشون از مرگ یادآوری نکن که کارتون نیست. هر زمانی که آمد میگیم خداوند متعال بر ما قدرت تعقل داده که ما نسبت به هر پدیده آگاهانه تحقیق کنیم، نسبت به هر پدیده آگاهانه بیندیشیم و بتونیم یک پدیده را به صورت اساس ذهن خود را هم دور بکنیم. انسان های قبل سالهای قبل از
قرن 20 همیشه در گروه همین تاریکی قرار گرفته بودند. اینا نسبت به مسائل مرگ تحقیق نمیکردند. همون انسان های بعد از قرن 20 اینا آگاهانه در مورد مسئله تحقیق کردند و توانستند واقعا ترس و نگرانی های خود را نسبت به موضوع دور بسازند و بنابر مسئله مرگ هم تسلیم خوب هم در خود داشته باشند. اما ما اگر قرار باشه که همواره آموزش های ما به گونه ای هست که با برنامه های مرگ نزدیک است، از مرگ یادآوری میکنیم، مرگ را به صفت یک مکانیزم داریم، همیشه طرف مقابل را تهدید میکنیم، از عذاب آخرت خیلی ها برش میترسانیم، سرزمین شاید دیگر در مورد مسئله میذاریم شیم دچار مشکل میسازیم. آخر ما انسانی که در روی زمین زندگی میکنیم قبول میکنیم که ما جایز و اشتباه نیستیم، به هیچ ما اجازه دادن نشده که ما اشتباه کنیم، بخاطر که ما قدرت تعقل داریم. همه انسان ممکن اشتباه هست، امکان داره که انسان اشتباه کنه. در بعضی از موارد به خاطر که عواطف و احساسات انسان ها متفاوت هستند، اما ما زمانی که در این زندگی میکنیم باید با یک پدیده که تحت عنوان عرف کجروی در جامعه هست، همه یک عمر کار مرگ که تحت عنوان یک فهم بسیار بزرگ است، با این دیگه مقایسهش نکنیم. اگر قرار باشه که با یک فهم بسیار کوچک از ما سر زد با یک فهم بسیار بزرگ به نام مرگ است مقایسه کردیم، خب پس معلوم دار هست که دیگه ما کار خوب را نسبت به خود و نسبت به جامعه خود کرده نتونستیم. از این جهت موضوع مورد بحث هست که نکته اساسمون در مورد همین مطالعه نوجوانان هست که خیلی اوقات کتاب ها را میخوانند تحت عنوان کتاب های پروسه های مرگ، اما این کتاب ها به دلیلی که با برنامه های علمی توهم نشده که با منطق از اینها به صورت کل سازگاری داشته باشند، اینجا مسئله هست که کلا تحت عنوان برنامه های عاطفی زمینه را برای یک سلسله مشکل زا و ترس مسایتر می سازند و گویا از برنامه های مطالعه در آینده ها فاصله چی که حتی ترس در وجود از اینها به صورت کل نادینه و جاواجا بشه. استاد یک نوع افراد هم هستند که حالا بیش از حد تحت فشارهای زندگی می آیند، از لحاظ روانشناسی مثلا و بعض بیماری هایی که افسردگی ما میگیم یا بعضی که خیلی بالات های پیشرفتیش اینا دوچار میشن، اینا باز خواستار مرگ هستن، همیشه وقت در فکر ازمی هستن که مثلا یا خیلی هم خسته از این زندگی میباشن. از لحاظ روانی این بیشتر این افراد که همیشه وقت به مرگ فکر میکنن یا اصلا همونطور که گفتم نمیخواین زندگی بکنن، در کدام حالت هستن و اینا چگونه از این حالت خدا نجات بتن و کسایی که اینا را بتونه کمک بکنه چگونه هست؟ سلامت باشین. اونهایی که در زندگی به یک تنگنا قرار میگیرن از لحاظ فشارهای روانی، هیچ راه حل برای حل کردن موضوع برشان باقی نمیمونه، اینو در آخرین نقطه پناه میبرن تحت عنوان فهم مرگ هست. در قدم اول اینو مرگ برای چی معنا داره و اینو مرگ رو چی معنا کردن همین کاتگوری از افراد، این افراد از جمله کسانی هستند که مرگ رو آخر پایان زندگی معنا کردن. اما در حالی که ما صحبت کردیم که مرگ پایان آخر زندگی نیست، به دلیلی که مرگ همیشه با ارزش های معنوی توهم است. اگر ما انسان های امروز گویا جسم ما از دنیا رفت، اما ایدئولوژی ما در دنیا باقی ماند که ما شاهد خیلی مسائل هستیم. یکی از مرگ های انسان های نخبه و انسان های عادی هم در این است که انسان عادی معمولی ساده هست، وقتی که دفن میشه با پوست و گوشت و استخوان، اما انسان نخبه کسی است که اگر با پوست و گوشت و استخوان دفن میشه مفکوره ایدئولوژیش باقی است. از این بعد کارکرد برای جامعه هم داره که ما در قالب کتاب ها در قالب جملات قصاص اینا رو مورد بحث قرار دادیم و دیدیم هم. انسان هایی که همیشه در تنگنا قرار میگیرن و خودکشی رو بر خود بهانه قرار میتن، اینا گویا در زندگی به معنای ازی است که مرگ پایان کار هست و ما در زندگی کار کردن نمیتونیم. وقتی که اینا به چنین باور هستن دست به احساس خودکشی هم میزنن و خودکشی هم ایدئال خود میسازن. اگر امروز بنا بر این موضوع که ما بتونیم حقوق ترمیمی رو در کار ببریم، در حقوق ترمیمی خود بدانیم که دلیل این همه مسائل در چی هست، آیا فشارهای ما انسان ها آنقدر زیاد هست که گویا این فرد دیگه منطقه تحلیل کردن رو در مقابل مسئله نداره، یا فشارهای ما به صورت خوب زیاد بالای ازی وارد نشده، گویا خود از این شخص از برنامه های تعلیمی خیلی کم برخوردار بوده که نسبت به موضوع آگاهی نداره، آیا این شخص از جمله شخصی بود که همه قدرت یا توانایی خود را در مرگ جستجو کرده پالید. این عجمله حقوق های ترمیمی است که در مورد مسئله اگر در کار بریم تک تک علت های هر موضوع را پیدا کرده و راکار در مقابل مسئله حل کرد تا موضوع را به صورت کل دور کرد. اما ما پیرامون مسئله از لحاظ روانی صحبت ما در مورد مسئله همی بود که ما زمانی که در زندگی که زندگی میکنیم اگر با فشارهای روانی روبرو میشیم، کوشش میکنیم که فشارهای روانی را با قدرت تعقل عقلانیت خود حل کنیم. اما زمانی که ما در مقابل پدیده مرگ قرار میگیریم، خب اولا مرگ رو کس تجربه نکرده، فهم مرگ خیلی و فهم مستقلتر و بزرگتر هست، و در قدم دوم کوشش کنیم با منطق پروسه های عقلانی خود نسبت به مرگ هم باورهای خود را داشته باشیم. وقتی که ما به صورت کل مرگ اندیشی را در تفکر خود جا دادیم و نسبت به مسئله اندیشیدیم، فهمیدیم که یک موضوعی هست که همه انسان ها فانی هستند، مرگ به طرف همه انسان ها میه، دوما فکر کردیم که مرگ پایان زندگی ما نیست، به خاطر از پایان زندگی ما نیست که مرگ با برنامه های معنویت رو برو است، بعد از مرگ یاد بود از ما هست، بعد از مرگ نسل های دیگه هست که همواره در زندگی باید زندگی کنند، مثل که ما از اجداد خود نمایندگی کردیم کسان دیگه هم در آینده از ما نمایندگی میکنند. و در قسمت سوم خیلی اگر ساده یا آگاهانه ببینیم مرگ رو به طریقه های نو مختلفش ما روزانه تجربه میکنیم. تجربه کردن ما در مورد مرگ چی هست؟ یا یک قسمت از سلول بدن ما
از بین میره، سلول دیگه به وجود میاد، نشان دهنده چنین موضوع است، یا آنستزی یا عمل جراحی که قرار میگیره که ما در بیهوشی ها به سر میبریم، اینا نشان دهنده چنین موضوع هستند، یا خب های ثقیل که بعض اوقات در خود داریم از خود بیگانگی در خود نداشته باشیم، اما اگر موضوع این گونه باشه که ما یک پدیده را اصلا تجربه نکردیم و نسبت به پدیده بر ما خیلی بزرگ و ثقیل و مساله خطرناک جلوه داده شد، خب معلوم دار است که بالای روی افکار ما تاثیر کرده، ادراکات ما در مورد موضوع به گونه تجلی میکنه که همواره ما با مرگ و وحشت و سایر برنامه‌های دیگه روبرو شیم. نکته دیگه که در مورد همین مسئله هست، خود هنجارهای جامعه هست. واقعا در هنجارهای جامعه خود ما خیلی کارهای خوب را انجام نمیتیم. کودکان خود را نسبت به مسئله مرگ خیلی ها میترسانیم. اگر در بالای قبرستانی ها تشریف بریم، میبینیم قبرستانی ها بنابر تنبلی خود ما هست، یا بنابر اینکه ما نسبت به قبرستانی های خود سلیقه خوب نداریم، یا همواره خیلی خود درست نمیکنیم، با حالت های خاکزار نگاش میکنیم، سوراخ هایی را که در اونجا میبینیم و در این سوراخ ها همواره از ما کودکان سوال میکنه که چی است، میگیم این جای مارها و جای گژدما است، از این بالاتر مسئله بوده نمیتونه. حال یک کودکی که با یک منطق بسیار خرد در مقابل چنین فهم قرار میگیره، خود سرانجام هایندزی به کجاها کشانده میشه و دچار مشکلات دیگه هم میشه. هنجارهای جامعه اگر به صورت اساس مورد بس قرار داده شود که ما گویا سوگواری های طلاوی را دیگه آیدال خود نسازیم، عزیزان ما که از ما جدا شدن خداوند اینها را رحمت کنه، اما ما حق زندگی داریم، باید سوگواری طولانی نداشته باشیم، باید زندگی کنیم. در قسمت دوم باید کوشش کنیم که فرهنگ مسئله را به گونه بسیار اساس به گونه سپاری کنیم که بر هیچ کس آسیب نرسه. ما در یک مراسم تشییع جنازه اگر کودک از دور هست، امروز آگاهانه این گونه شنیده که شما دستتون را در سرتان بگیرید، آخر بگیم کودک عزیز چرا دست در سرت میگیری؟ میگه سایه جنازه بالای سر من افتاد، اگر بالای سر من افتید شاید من هم از بین برم. اینو فهم کودکانی است. کودکان ما در شرایط امروز در خود داره، اگر ما در کنون خانواده چنین موضوع باشه بگیم که عزیز این خرافات است، سایه مرده بالای تو چی اثر کرد؟ همو وقتی که بنده خدا از دنیا رفت و رفت خداوند رحمتش کنه، همون بسیاری اوقات ببینید که بعضی از افراد هستن حتی از مرده ها میترسن. صادقانه هیچ شخص با یک مرده شب در خانه نمی باشه. چرا؟ اگر به خاطر مسئله غسل یا تشییع جنازه هست، اصلا در اونجا 3-4 تا نه باشه، دو تن شرکت کرده نمیتونه. آخر علت از این موضوع چی بود عزیز؟ تو یک عمر برای تو عزیز بود، دوست داشتنی بود، با این عشق ورزیدی، همیشه با این وابستگی داشتی، اما امروز که از پیش تو دور شده به صورت کل هزی میترسی، ترس تو نسبت به این شخص نیست که از جسد به جان میترسی، ترس تو نسبت به خود فهم مرگ است که در دوران کودکی تو را کچ فهمانده، وقتی کچ فهمانده ولی هیرم در مقابل تجلی دادی، تصور به تصویر کشیدی شد، سرانجام ترس هارم آید آلت استاد خیلی کوتاه در این رابطه هم صحبت بکنه. یک تعداد مثلا کسایی هستن، جوانای هم هستن، مطالعه میکنن، کتابا را در این رابطه در رابطه با مرگ مسائل است که بیش از حد میخواین مطالعه بکنن و به یک نحو اینا برداشت اینا قسم می باشه. یک تعداد که حالا این زندگی کردن ما اصلا معنا و مفهوم نداره و موس که بیشتر به مو مسائل فکر میکنن، این روش تحقیق این که اونا میکنن درست است یا خیر؟ یکی از ویژگی های تحقیق همین هست که ما نظر خود را بالای دیگران تبیین نمیکنیم. این قانون تحقیق است. اگر تحقیق چون قانون در خود نداشته باشه، او تحقیق تحقیق بودن نمیتونه. ما بسیاری اوقات تحقیق میکنیم، یک موضوع را یا آگاهانه یا ناآگاهانه در ذهن خود جا میتیم. وقتی که در ذهن خود جا دادیم، کوشش میکنیم کمی موضوع را از هر زاویه دیگه میشه بالا دیگران هم تعمیل کنیم و بگیم که گپ ما درست، گپ شما درست نیست. میگیم عزیز در شرایطی که امروز زندگی میکنی، در این شرایط همه چیز فعالیت میکنه. اگر در یک جای عقیده تو فعالیت میکنه، در جای دیگه هل فعالیت داره، در جای دیگه مسئله فلسفه فعالیت داره، در جای دیگه مسئله عرفان فعالیت داره، در جای دیگه مسائل مذهبی فعالیت داره. پس یک انسان تکمیل هجوم لکسی است که به همه اریم ها ارزش میگذاره، همه کوشش میکنه که حاصل وقت را با قدرت عقلانیت خود که دین مبین اسلام بالاش تاکید کرده و اشاره کرده به نتیجه مطلوب برسه، تا از آدرس نتیجه مطلوب مصدر خدمت هم برای خود و هم برای جامعه. بسیار خوب، وقت ما کاملا تمام است. استاد تشکر از شما، سلامت باشید. سلامت باشید، تشکر شما. سپاس از همه شما بیننده های عزیز از اینکه بازم با ما همراه بودین و صحبت هایی که امروز داشتیم حتما استفاده بکنید و به اون نکاتی که یاد شد توجه داشته باشین. بقیه روز همه شما خوش، برنامه های بعدی تلویزیون خورشید فراموش نکنین. الان نگهدار همه ما شما.